سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرامم، اینجا کوکتل تیوی و امروز اومدیم با یه ویدیو جدید و میخوایم صحبتی رو داشته باشیم با معراج ناجی. حالا در مورد چی و داستان چیه؟ شاید بعضیاتون بدونید یک صفحه اینستاگرام و یک سایت باز شده به اسم گود و حالا داستانش چیه؟ قراره یه ایونتی باشن برای اولین بار توی رپ فارسی و به بهترین های رپ فارسی جوایزی رو اهدا کنن و یه برنامه به این شکل باشه، بهترین ها رو معرفی کنن، اونم با رأی آرتیست ها و مردم، که برای اولین بار خیلی هم جالبه. میخوایم بریم صحبت کنیم با معراج، ببینیم که آقا داستانش چیه، چی شد این شکل گرفت. معراج هم یکی از کسایی که خب ایده این داستان رو داشته و کمک میکنه توی برگزاری و انجام این داستان. صحبت دیگه باقی نمیمونه، اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست، و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. سلام میکنم خدمت معراج ناجی عزیز. چطور آقا؟ خوبی؟ چکرم، قرونت برم. خیلی مرسی ازت بابت اینکه این فرصت در اختیار من قرار دادی داداش. یه معرفی بکنم خودم اول. من معراجم، معراج ناجی، فعال هیپ هاپ فارسی، مجری و تهیه کننده یک ساعت بزرگ زن. و اگه میخوام در مورد گود صحبت کنیم، بگم سری بریم سر اصل مطلب. که آره، من اولش یه توضیح دادم، حالا خودت به عنوان یکی از حالا نمایندگان این داستان که پشت این داستان هستی یه سری توضیح کامل بده که بیننده‌ها قشنگ آشنا بشن که گود چی هستن. بسیار عالی. حالا در مورد این کلمه نماینده هم باهات صحبت کنیم، ولی خواهم حالا ابتدایی تر بگم. گود در اصل یه ایده است، یه ایده از این قضیه که آقا خیلی بخوام زبون ساده بگم، این روزا دزدان برای خودشون یه گروهی دارن که تو گروه جمع بشن در مورد دزدیاشون صحبت کنن. ولی شاید جریان رپ فارسی هیچ وقت به هر دلیلی تا این سالها هیچ اجتماعی نداشته که توی اون اجتماع بخواد در مورد اتفاقاتی که توی مدت براش افتاده صحبتی بشه. آره، تولید داریم، برنامه داریم، برنامه هم خیلی خفنه، قبلا نداشتیم، الان خیلی برنامه های خفن داره تولید میشه، خیلی هم باحال، نمونش اصلا برنامه خوده. ولی لازم ما یه فضایی رو داشته باشیم، یه فضایی که در درجه اول بی‌طرف باشه و اون فضای بی‌طرف بیاد بهترین های هر سال رو انتخاب کنه، مثل یه چیزی تو مایه های شاید مراسم گرمی، مثل مراسم اسکار، مثل مراسم کن، مثل بالون دور. ما یه عالمه از این مراسم ها داریم، یعنی تو هر شاخه هنری و غیر هنری که ببینی حداقل یه دونه مراسم اینجوری رو داره، ولی ما هیچ وقت نداشتیم. چرا؟ اولین دلیلی که پیش میاد، خب ما ها همیشه توی جنر رپ فارسی با داستان ها و جبهه گیری ها و جهت بندی های همیشه باش درگیریم. یکی میگه نه حرف درست رو من دارم میزنم، اون میگه آقا از کجا معلوم تو بهترین و درست انتخاب کنی. و چون ما معیار نداریم، ما سورس نداریم، هیچ چیزی از ابتدا نبوده که ما بر طبق اون قوانین خودمون رو بچینیم و هممون تجربی به مرور با استفاده از تجربیات خودمون وارد این بازی شدیم، طبیعتا همیشه برای شروع این جریان دچار مشکل بودیم. دقیقاً دیده بود به اینجا رسیدیم توی جمع دوستانه، من بودم، چند تا از بچه‌ها، علی نودیس مثلا، و گفتیم خب آقا چرا تلاش نکنیم این قضیه انجام بشه. ایده رو مطرح کردیم با چند تا از بچه‌ای که حالا فعال بودن توی این جریان و به نجرسیم که خب اوکی شروع کنیم. این که ما هی بیایم بشینیم بگیم که چرا همچین چیزی نیست، بریم فرهنگ سازی بکنیم، بریم مقاله بنویسیم، ویدیو بسازیم، همه اینا خوبه، ولی هیچ کدومش به اندازه این نیستش که شروع بکنیم. ما شروع کنیم، اصلا نقص داره، مشکل داره، الان تو کرونا ایم، طبیعتا نمیتونیم خیلی ایونت بزرگ بگیریم، اصلا نمیتونیم حضوری بگیریم، ولی چرا شروع نکنیم؟ قدم اولو برداریم. قدم اول این بودش که خب من، علی نودیس، بهروز آخانیان، اشکان آکای و تعداد خیلی زیادی از بچه‌ها تصمیم گرفتیم با هم دیگه مشورت کردیم، بنشستیم که آقا ما لازم داریم یک اساسنامه بنویسیم، یک قانون بنویسیم و اون قانون و اساسنامه جشنواره‌ام کاملا بی‌طرفانه باشه، نه اینکه به سمت یک جریان خاص یا به سمت یک جبهه خاصی بره که از توش نهایتا مثلا رپ‌کن‌های محبوب ایدئولوژی یه جریان بیان بیرون، نه. پس لازمه که کیا رأی بدن در رأی بهترین ها؟ طبیعتا خود آرتیست ها، موزیسین ها، خود افرادی که تو این جریان فعالن، تا هر کسی رأی خودشو بده، خیلی راحت. پس اولین داستانی که لازم بود بهش برسیم اینه که چه کسایی حق رأی دارن. یه سری قوانین گذاشتیم که خب در لول اول حداقل به یک میزان پلی توی سانکلاد یا اسپاتیفای رسیده باشه، یه میزان پلی در آوردیم
و گفتیم که خب اولویت اول ما اینه که اون فردی که میخوایم بررسی بکنیم صلاحیت رأی دادن داره یا نه، یه میزان پلی و عدد توی ساندکلاد و یه میزان پلی و عدد توی اسپاتیفای داشته باشه، یک، و دو اینکه عدد سابقه ای داشته باشه، یه موفقیت نسبی داشته باشه دیگه. آره، نه کسی که مثلا تا این همه سال بوده و هیچ جایی نرسیده، نه، حداقل یه اجتماعی و با یه ایدئولوژی دور خودش جمع کرده باشه. درست. نتیجه این قضیه شد 110 تا اسم، اگه اشتباه نکنم 110 تا اسم که شامل آرتیستا، آهنگسازا، فعالین، برنامه سازا و هر کسی که به هر نحوی احساس میشد یه تأثیری توی این بازی گذاشته، و این 110 نفر جدا شدن و تصمیم بر این شد که این 110 نفر توی 11 شاخه به بهترین های هر سال رأی بدن. و این 11 تا شاخه چیه؟ ببین الان بخوام برای دقیق اسم ببرم شاید حافظم یاری نکنه، ولی بخوام حالا کم و بیش بگم، مثلا یه بخش داریم به نام بخش بهترین آلبوم سال، یه بخش داریم به نام بهترین همکاری سال، یه بخش داریم به نام بهترین موزیک ویدیو سال، و حتی بهترین تولید محتوای سال، بهترین برنامه سال، برنامه خودت میتونه باشه، برنامه 100 با زیرزمین میتونه باشه، جرشو میتونه باشه، پادکستایی که بچه‌ها دارن میدن، همشون میتونن کاندید باشن. و هر داور، هر کدوم از این 110 داور، سه تا حق رأی داره، سه من نشون بده. سه تا حق رأی داره. یه رأی 5 امتیازی، یه رأی 3 امتیازی و یک رأی 1 امتیازی. توی این مدتی که ما تبلیغ برنامه گودو شروع کردیم، داریم برای همه بچه ها میفرستیم، و این 110 نفر هم شامل همه میشه، یعنی اصلا اینجوری نیستیم که بگیم نه تو نمیتونی رای بدی، تو باید رای بدی، نه، یعنی هر کسی که تو فکر کنی، یعنی فرم رای گیری برای سروش هیچ کس فرستاده شده، برای ایروز جی جی فرستاده شده، برای هر کسی که تو فکر کنی دیگه، سلیقه خود آرتیسته که رای بده یا نده. تا الان استقبال کم و بیش خیلی خوب بوده، یه سری افراد رأی دادن که من خودم انتظار نداشتم، خیلی بچه‌ها دارن انرژی میدن و دیگه کم و بیش توی مراحل انتهایی رأی گیری، جدا از داستان 11 تا کاتگوری که قرار از طریق داورا انتخاب بشه، ما دو تا بخش هم داریم که مردمیه و با آرای مردم انتخاب میشه، یکیش بهترین موزیک ساله و یکیش بهترین آرتیست ساله، که صفحاتش هست و مردم خیلی راحت میتونن برن رأی بدن، رأیشون داره شمرده میشه و انتخاب میشه. یه چیزی هم بگم از این برنامه سوء استفاده کنم، گود سایت داره، سایتش رو بد میدم الان که دارم صحبت میکنم، این زیر نشون بدی، دقیقا لینکش توی دیسکریپشنه، مرسی. صفحه اینستاگرام داره، صفحه اینستاگرامش حالا بچه ها نشون میدن، و همه تلاشمون روی اینه که فقط یه صفحه داشته باشیم که بتونیم دوره هم یه کار باحالی از توش در بیاریم. یه چیز جالب راستی یادم رفت، دو تا از بخشای جشنواره گود انتخاب پدیده است. یعنی چی؟ یعنی ما یه بخش داریم پدیده رپ کن سال، یه بخش داریم پدیده آهنگساز سال. و برای چی انتخاب شد؟ چون امکان داره یک سری آرتیست ها باشن که خیلی کارشون خفن باشه ولی کنار اسمای گنده گم بشن. خب به این بهونه هر آرتیست میاد سه تا رأی میده، امکان داره سه تا پدیده معرفی کنه، و رأی وقتی میاد پدیده سال توی بخش رپ و پدیده سال توی بخش آهنگسازی وقتی معرفی میشه، شاید یه کمک هم اصلا بشه به اون آرتیست، یه کردیتی بهش داده بشه، اصلا انگیزهش این که آقا این همه آدم منو دیدن، آرتیستا کلا. من با این جریان خیلی حال میکنم، حالا از روزی که حالا با هم صحبت کردیم در رابطه با این داستان، این که من حالا خب نامزده و فرما رو حالا دیدم، هم از بچه‌هایی که حالا به اصطلاح خیلی زیرزمینی ترن هست، هم از بچه‌هایی که خیلی مینستریم. حالا این چند وقته ما این سری برنامه داشتیم، حالا چه خودم چه بقیه یوتیوبرها، و خب خیلی سلیقه‌ای بود، مثلا می‌اومدیم ویدیو درست می‌کردیم، بهترین دیسترک، بهترین موزیک ویدیو، و اکثرا بیشتر خب چون مثلا ویدیوهای خودمون بود، سلیقه خودمون تو داستان نقش داشت. حالا با اینکه حالا شاید ممکنه من آقا حالا خودم همه رو حال کنم، ولی باز نسبت به اونکه بیشتر حال کردم و قرار می‌دادم دیگه 100 درصد. و این به نظرم خیلی جالبه، مخصوصا که همه رأی بدن. فقط یه سوال اینجا میمونه، این شاید بعضیا بپرسن که آقا قرار نیست یا قرار هست کسی تو این داستان پروموت بشه، این که آقا حالا رفیقه یا نه از این مثلا آرتیست ها استفاده بشه که گود بیاد بالا بعدن جبهه بگیره، میدونی از این داستانا سوالاش؟ خب سوالت که خیلی خوب، چون واقعا میتونه سوال خیلی باشه. قضیهش اینه که گود نه برای منه، نه برای بهروز، نه برای اشکان، نه برای مثلا علی نودیسم، برای هیچ شخص خاصی نیست. ما صرفا ما چهار نفر به این ایده رسیدیم
تلاش کردیم براش، نوشتیم. الان بحث تندیساشو اشکان میدونم داره پیگیری میکنه که تندیس میخواد اهدا بشه و صرفا امسال استارتشو زدیم. من اصلا خودم خیلی پایم که آقا هر سال یه تیمی این مراسمو برگزار کنه تحت همین اسم با همین پیج. آقا اصلا انتهای مراسم امسال یوزر پسورد پیجا تحویل تیم بعدی، آقا سال بعد شما برگزار کنید. اصلا هر سال یه تیم دیگه برگزار کنه، اصرار نیستش که فقط ما باشیم. من خیلی اتفاقا حساسم روی اینکه شخصی سازی نشه که بگن نه آقا این برنامه برای ایناست، هدفشونه که فلان آرتیست رو بیارن بالا، 20 تا آرتیست رو بیارن بالا. نه بابا برای چی اصلا بخوایم کار بکنیم؟ همه اصلا تو این قضیه مشارکت داشته باشن. اگه بشه من به خودت هم گفتم آرام داشتم فرم برات میفرستادم، گفتم آقا تو هم اصلا تو این بازی هستی، تو هم یکی از این افرادی، هر کاری از دستت برمیاد آقا اصلا جریان خودمونه، بیایم کنار همین بازی رو بهتر کنیم. من حالا بچه‌هایی که برنامه ما رو پیگیر بوده باشن میدونن من خیلی حساسم رو این جناح بندی ها، رو این دسته بندی ها. کاری ندارم درسته یا غلطه، اصلا هرچی هست اوکی، ولی اگرم جناح بندی و دسته بندی هست نباید کینه بشه، نباید تبدیل به دشمنی بشه. در انتها در خوش بدبینانه ترین حالت ما یه تفاوت ایدئولوژی داریم. تفاوت ایدئولوژی دلیل دشمنی نیست، ما صرفا داریم رپ کار میکنیم. حالا مهم نیست که ایدئولوژی تو چیه، ایدئولوژی من چیه، چرا مهم ها، ولی مهم بودنش تو اون لول نیست که بخوایم با هم دشمنی بکنیم. بابا بیاین یه جریان داشته باشیم، برا هم کار کنیم، مشکلش چیه؟ ببین خوشبختانه یه داستانی این چند وقته، حالا به خاطر فعالیت خیلی حالا از بچه‌ها و اینا یه جریانی داره کمتر میشه، اونم اینه که نمیتونن همو قبول کنن. چرا؟ چون اون کسی که حالا درسته آهنگی که واقعی باشه یا میتونیم بگیم که یک تجربه‌ای باشه تو همه جای دنیا، خب ارزشش بیشتر ارزش هنریش، ولی این باعث نمیشه مثلا آهنگی که صرفا برای پارتیه یا برای خوشگذرونیه اینا، اون آهنگ بگیم که مثلا آهنگ نیست، هنر نیست، یا بگیم نباید باشه. چون دقیقاً حالا هر موزیکی توی ژانر خودش برای من قابل احترامه، دقیقاً چون رپ یه فرم بیانه و تو این فرم بیان تو اگه قرار باشه سانسور داشته باشی، بگی این نیست اون نیست اون نیست، زیباییاشو کم میکنی. هر کسی میتونه حرف خودشو بزنه. این یه امتیاز برای موسیقی رپه که گستره ژانر و گستره کانسپتش انقدر بالاه، ما هر چیزی میشه داشته باشیم. چه اتفاقی افتاده این وسط؟ اتفاقی افتاده که یک خلا و یه شکاف این وسط اومده که یه عده‌ای از مخاطب‌ها بلخص توی فضای توییتر دارن طرفدارها و مخاطبهای اون جان رو میکوبن، یه دی توی اینستاگرام دارن مخاطب و طرفدار این ور میکوبن. من کاری با این کلکلا ندارم، ولی در انتها اینه که آقا داستان رپه، هر چیزی میخواد باشه اوکی، دستبندی کنید، من مشکلی ندارم، این دستبندی فلان دستبندی بیستاره میتونه درست باشه میتونه غلط باشه، باید صحبت کنید، کاری ندارم، ولی در انتها آقا موسیقی رپ و باید حداقل کنار هم باشیم. من از این بحث که باز کردی سوء استفاده رو بکنم یه چیزی بهت بگم. ببین یک سری آرتیست ها لطف کردن رأی دادن، از قدیمی ها، از همونایی که به قول خودمون بهشون میگیم نسل یک، رأی دادن که من خودم انتظار نداشتم و برام خیلی جالب بود که بچه ها این استقبال. اسم نمیارم چون شاید دوست نداشته باشم، برای نمیارم، بالاخره همون بحث حافظه اسرار طرف باشی و اینا. بعد در نقطه مقابل یه سری از بچه‌ها با یک سری دلایل عجیب رأی نمی‌دادن که آقا چرا فرمو به فلانی هم دادی، چرا فرمو به این رسیده، اون چرا داره رأی میده، نمی‌دونم من با فلان کسی که تو این همایش مشکل دارم. آقا اصلا مشکل داشته باشی، مگه فلان کس مسئول این همایشه؟ اصلا بارها داریم میگیم همایش کاملا مستقله، صفحه کاملا مستقله، وگرنه اگه قرار بود مستقل نباشه که میومدیم گود تو یک ساعت با زیر زمین پخش میکردیم، خب بودیم تو برنامه تو پخش میکردیم، نه دیگه مستقل. آقا امسال ما داریم کارشو انجام میدیم فقط برای اینکه شروع بشه، سال بعد اصلا تو بیا انجام بده، دو سال بعد فلانی بیاد انجام بشه. باعث ببین حالا این که کی انجام بده مهم نیست، این که این وسط اجحاف نشه و از همه قشر رپ فارسی توش باشه. حالا یکی این که میتونه آقا، چون من خودم فرمو دیدم تو خیلی از قسمت ها بچه ها نامزد ندارن، یعنی اینه که شما خودت با سلیقه خودت آرتیست میاد میگه آقا من به نظرم اینا رو شنیدم خوب بوده، اونا رو میذاره. اینجوری نیست که تو بگی فقط بعد به این رای بدی. من اینو خیلی دوست داشتم و به نظرم اون آرتیستی هم که این کارو نمیکنه، حالا با توجه به اینکه از اسمش هم استفاده نمیشه، خودش داره هم کوتاهی میکنه. چرا؟ چون آقا تو رو این ایدئولوژی پایبندی، خب بیا به ایدئولوژیت رأی بده،
یا ایدئولوژی تو این بازی چیز کن، این که حالا با هم قهر کنی فلان، چون اینو من داشتم، یعنی حالا نسبت به کاری که مثلا با طرف خواهیم مصاحبه کنیم، چون با فلانی مصاحبه کردی من باید مصاحبه نمون. آقا اگه قرار باشه اینجا دیکتاتوری باشه فلانی نباید، اونم آرتیست مخاطب خودش رو داره، شما هم همینطور، این دوست داره سلیقه تو رو و میتونی تاثیر بذاری، تاثیر تو بذار. چرا حالا این داستانا که من و تو با هم همدردیم، سه که تجربه کردیم یکی. خیلی با. حالا بچه‌ای که حالا تو برنامه نیستن نمیدونم مثلا فکر می‌کنن چون به من کامنت میذارن چرا با فلانی مصاحبه نمی‌کنی، آقا من که از خدام مصاحبه کنم، من دوست دارم بش، من خودم اول از همه طرفدار کل رپ فارسی ام دیگه، انقدر علاقه دارم که دوست دارم یه کاری تو این داستان بکنم، ولی طرف خودش نمیخواد، میدونی؟ و فکر میکنم این خیلی اشتباهه، این که داریم آرتیستایی رو که جبهه های عجیب غریب میگیرن. یه چیزی راستی بگم در مورد نحوه مراسم، امسال که تو کروناییم و طبیعتاً باید مراسم رو از پیش ضبط شده بگیریم و بدون حالا حضور بچه ها و اینا، و چیزی که تو ذهنمه، تو ذهن بچه هاست تا الان و داریم تلاش میکنیم انجامش بدیم، یه برنامه از قبل ضبط بشه، حالا برنده ها اعلام بشه، تندیس ها هستش، نیستن افراد ولی خب تندیس ها براشون فرستاده بشه، ولی اگه این کرونا یواش یواش بی خیال بشه، امید بر اینه که از سال بعد حضوری با ایونت خیلی رسمی و شکیل یه تو ماگه همون مراسمایی که اسم بردم حضوری بگیریم، بچه‌ای که برنده میشن لطف کنن بیان جایزشون رو همونجا بگیرن و مثلا این فضای خیلی باحالی درست کنن. آره من حالا امیدوارم که الان اینا گفتی حالا شرایط جوری پیش بره که اسپانسرای خوبم واسه این داستان پیش بیاد که حتی جایزه‌های نقدی مخصوصا به آرتिस्टایی که تازه کارن که بتونه کلی کمک کنه به کارشون، و در کل خیلی ایده باحالیه، من خودم خیلی حال کردم و امیدوارم که مخاطبا هم حال کنن و به جاهای خوب برسه. و فکر کنم 20 سال تقریبا گذشته تا حالا ما هیچ جا نبوده که حداقل 10 تا آرتیست با هم جمع باشن و هم نظر یه حرکتی انجام بدن، ولی خب یه بازه بزرگی از آرتیست رو ما اینجا داریم و همچنین مخاطب، در کل جذابه. تا الان استقبال توی بخش مردمی هم خوب بوده، فکر کنم الان که ما داریم با هم مصاحبه رو ضبط میکنیم 2-3 شب میگذره از اینکه ما لینک رای مردمی رو گذاشتیم، خیلی آرای داره میاد، رقابت هم پایا پای، فعلا اسپویلی چی نمیکنم ولی خیلی باحاله، تا الان اصلا فضای خیلی عجیبی ایجاد شده، دم همه بچه‌ای که حمایت کردن گرم، دم خودت گرم که اصلا زمین ساز شدی برای اینکه بتونیم اینجا هم صحبت کنیم در موردش، آرتिस्टایی که دارن لطف میکنن، هم رای میدن هم استوری میذارن، دمشون گرم و امیدوارم هرچی میشه فقط این جریان بزرگتر شه، بتونیم یه حرکت بزرگ بکنیم. یه چیزی بگم، تو اینو تصور کن شاید 5 سال دیگه 6 سال دیگه ما همجوری الکی الکی به قول خودمون با یه ایده‌ای که خیلی ساده ایجاد شده بود میتونیم یه همایش خیلی بزرگ داشته باشیم، بیسی داشته باشیم که یه اجتماع بزرگ باشه، حالا با اسپانسرینگش، درآمدزایی که میتونیم برای آرتیست ها از طریقش داشته باشیم، اصلا اون هیجانی که از طریقش وارد اجتماع هیپ هاپ فارسی میکنیم، اون تبلیغی که از طریقش میتونیم کنیم، خیلی چیز بزرگی میتونه باشه. او مگه اسکار یا کن یا همچین دست مراسم ما چجوری شروع شده؟ اولش همینجوری به مرور وجهه خودش رو گرفته، بیعتمادی نسبت به جشنواره هست چون سال اوله، من این بیعتمادی هایی که دارم میبینم و به فال نیک دارم میگیرم، حق دارن بچه ها سال اولش برگزار بشه، همه ببینن که آقا چقدر جریان بیطرفه، قطعا از ساله بعد امیدوارم که استقبال بیشترم بشه. قطعا که میشه. فقط یه سوال آخر، این که چه حدود زمانی قراره پخش بشه نهاییش؟ ببین بنابر اینه که ما به عنوان یک ویژه برنامه توی عید پخشش کنیم. حالا اینکه قبل از عید پخش بشه یا تو تعطیلات عید پخش بشه باید ببینیم که شرایط ضبط و اینا چجوری میشه. پس حدوداً یه 15-20 روز الی یک ماه توی این بازه زمانی قراره که پخش بشه. ویژه برنامه یه که برای عیده. و اصلا یه بار دیگه حتی شاید مجریش اصلا من نباشم، یعنی هیچ صحبتی در مورد مجریش هم نشده، چون من خودم به شخصه خیلی حساسم روی اینکه شخصی سازی نشه، اصلا خیلی شدید داوطلبم که آقا مجریش من نباشم. حالا من اینجا یه ایده بدم، اگه آرتیستی دوست داشته باشه میتونه یه آرتیستی پرودوسری اون اگه مجریش بشه، حالت رسمی مثلا گرمی اینا میان و اینا اونم میتونه حالا انجام بشه اگه این شرایطش باشه، که فکر کنم خیلی سخته ولی اگه بشه جزم. ولی ایده باحال بود، یعنی گفتی 3-4 تا آدم تو ذهنم اومد که احساس میکنم اوکی رو بدم، باید ببینیم چی میشه. البته خب نسبت به این ایده سختیه، چون نسبت به همینم که گفتی مثلا میگن چون اسم فلانی هست، یا این مثلا ممکنه یکی دیگه سال بعد رأی نده چرا مجریش این بود. اون داستان هم داریم.
داستان عجیبی واقعا، داستان از هر طرف میری یه ور رو درستش کنی یه داستان دیگه این ور داری. آره دقیقا. خب آقا هیچ فهم کنم کامل صحبت ها رو کردیم، به نظر چیزی هست که بخوای بیشتر راجع بهش حرف بزنی؟ به نظر من که همه چی اوکی، خودت اگه احساس میکنی تو نماینده مخاطبا، سوالی چیزی شایعه ای شبهه ای هر چیزی که احساس میکنی لازمه در موردش صحبت کنی. ببین خب من گفتم دیگه، همون داستان این که پروموت نشه که کامل توضیح دادی، و این دردی هم که داری میگی که فلان آرتیست به خاطر فلانی رای نده، کامل فهم کنم داره مشخص میکنه که شما یه جای سانسوری نداشتین که بگیم به خاطر فلانی ما فلانی رو نذاریم اینا، و فهم کنم مهمترین داستانش همین باشه، و اینکه فکر نمی کنم دیگه چیزی دیگه پیش بیاد، حداقل الان به ذهنم نمیست، اگه به ذهنم رسید حتما اذیتت میکنم بعدش. خیلی عمالی، دمت گرم آرام، دمت گرم. تشکرم از خودت بکنم، برمت خیلی خفنه، حرکتت خیلی خفنه، پشت کارت خیلی خفنه، لطف داری مرسی، بیشترم میترکنم، دمت گرم، مرسی نظر لطفته. حالا امیدوارم یه همکاری هم با هم داشته باشیم، حالا اینجا بگیم یه همکاری خیلی وقت قرار بکنیم، هنوز پیش نیومده، ولی حالا یه همکاری هم با بچه های یک ساعت بازی زمین داشته باشیم. یکی از پادکست هایی که من واقعا دوست دارم و سال هاست فکر کنم دارین این کار رو انجام میدید، از اون قدیم که حالا پادکست بودین صوتی و الان که تصویری شده، حس میکنم خیلی حرکت قشنگیه و دم شما هم گرم. امیدواریم که این فضای حالا رپ فارسی، چه الان که مخصوصا برنامه سازی و اینا مود شده، به جای خوبی بره و هرچه بیشتر پیشرفت رو ببینیم. این پیشرفت رو من دارم میبینم، چون بچه های نسل جدیدم واقعا خوبه. آره خیلی تاثیر گذاشته، هم برنامه سازا واقعا بچه های خوبی هن و... از هلوش سال 97-98 به بعد اصلا این کانسپت تولید محتوا خیلی رونق گرفت، خیلی جالب بود، ما نداشتیم هیچی. آخه قبلش درآمد خاصی نبود، ولی درآمد دیگه یوتیوب و اسپاتیفای و اینا جا افتاد، باز یه انگیزه ای که طرف حداقل بگه دارم کار میکنم، فرهنگم میخوام بسازم، یه سودی هم میتونه برای خودم و حالا جامعه داشته باشه. ولی قدیم نبود دیگه، سایتایی هم که بودن دیگه خودت میدونی دیگه چه جوری بودن دیگه. حتی اون موقع پادکست رو شروع کردیم، درآمدزایی نبود، پادکست هیچ وقت درآمدزایی نداره، خودت هم می‌دونی. ولی آره، ولی نه به نه داره جا میفته دیگه، داره اوکی میشه کارش. حرفت درسته، حرفت شما بسیار عالی. حرف آخر بزنم یا خیلی پرحرفی کردم؟ یه نه بگو بگو آخرش. من جداگونه از بهروز آخانیان تشکر کنم، این مرد واقعا داره زحمت میکشه برای این پروژه، یعنی یک سری جاها من معراج واقعا دیگه بیخیال شده بودم که آورده بودم، ولی خیلی مصرانه این مرد پیگیره و داره تلاش میکنه. اونایی که بهروز رو نمیشناسن یه معرفی بکنم، بهروز یه فعال هیپ هاپ فارسیه، از قدیمی هاست، پادکست دونده هم داره درسته، الان هم پادکست دونده رو داره، خیلی هم کارش درسته و خلاصش که ریسپکت. دمش هم گرم، دمتون گرم، ایده باحالی بود، امیدواریم که بهتر کنین دیگه. بی صبرانه خودم منتظرم ببینم اجراییش نهاییش چجوری میشه و بریم واسش. چکرم، دمت گرم، مرسی به خاطر توضیحات، قربونت، خدا نگهدار. خب صحبت های معراج عزیز رو شنیدیم و کامل فکر میکنم توضیح داد در این مورد. اگه سوالی دارید میتونید زیر همین پست بنویسید، همچنین لینک سایت و لینک اینستاگرامشون توی دیسکریپشن هست، میتونید برید عضو شید و ازشون حمایت کنید و حالا رأی های خودتون رو اونجا ثبت کنید و به هر حال آرتیستایی که دوست دارید و بهشون رأی بدید. به نظر من حرکت بزرگیه، امیدواریم که تو آینده هم آرتیستای بیشتری اضافه بشن به این داستان و بزرگتر بشه و بتونن کارهای بزرگتری بکنن. دمشون گرم، صحبت دیگه باقی نمیمونه. مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم حالتون همیشه توپ، خوب، عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.